با درودی دوباره در خدمت شما هستیم با یک بخش کوتاه خبری. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سخنرانی با اشاره به بحران کره شمالی ضمن تاکید بر بکارگیری دیپلماسی از سوی نیروهای نظامی این کشور هم خواست تا آماده باشند. آقای ماتیس تاکید کرده است که ارتش آمریکا برای مقابله با کره شمالی باید آماده باشد. آمریکا و جامعه بین‌المللی خواستار توقف برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی هستند، اما در مقابل کره شمالی طی ماه‌های اخیر آزمایش‌های موشکی متعددی انجام داده و در شهریور ماه سال جاری نیز اعلام کرده که یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. در همین حال تنش لفظی میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی هفته به هفته افزایش یافته و کار را به آنجا رسانده که مقامات بلندپایه در دیگر کشورها در مورد پیامد این تنش چندین بار هشدار دادند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به تحریم‌های اقتصادی تازه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی تصویب شده اعلام کرد که هم‌اکنون زمان دیپلماسی است و هدف از آن وارد کردن کره شمالی به تغییر مسیر است. او با این حال با اشاره به بحران کره شمالی خطاب به نظامیان آمریکا گفت باید برای گزینه نظامی آماده باشید که اگر لازم شد رئیس جمهور ما بتواند از آن استفاده کند. جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه به دلیل عدم حضور او در دادگاه به 30 آبان موکول شد. جلسه روز سه‌شنبه در پی اعتراض خانواده محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به حکم قبلی دادگاه برگزار شد که سعید مرتضوی را از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرده بود. مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرگزاری ایرنا گفته است با گذشت بیش از 8 سال این پرونده به جلد 32 رسیده و 15,000 صفحه دارد. در جریان اعتراض‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 شماری از معترضین در بازداشتگاه کهریزک مورد شکنجه قرار گرفتند که بنابر گزارش‌های رسمی دست کم 4 تن از آنها به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. متهم پرونده قتل ستایش قریشی اعلام کرد حکم اعدام موکلش قرار است اواخر ماه جاری اجرا شود که در این صورت موکلش در سنی کمتر از 18 سالگی اعدام خواهد شد. مجتبی فرح‌بخش به خبرگزاری ایلنا گفته هنوز حکمی به او ابلاغ نشده، اما بنابر اطلاع این حکم قرار است مهر ماه اجرا شود، در حالی که به گفته او موکلش در پایان آذر ماه 18 ساله خواهد شد. آقای فرح‌بخش با اشاره به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و نباید افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم میشوند را اعدام کند گفت با تفسیر خود صبر میکنیم تا بعد از 18 سال متهمان را اعدام کنیم. گویا در این مورد به این تفسیر هم توجهی نشده است. قتل ستایش قریشی دختر 6 ساله افغان در ورامین توسط پسر همسایه که ایرانی و 17 ساله است به واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شد. تا بخش بعدی خبر بدرود.